ماهواره‌ای با نام نور دو و ماهواره برش قاصد، هر دو بومی، افتخاری که امروز در دل کویر مرکزی ایران قد علم کرده بود. ایران حالا اولین کشور اسلامی است که همزمان قدرت ساخت و پرتاب ماهواره رو داره. نور دو مأموریت داشت 500 کیلومتر از آسمان را طی کند، به فضا برسد و در مدار قرار بگیرد. کوس. ماهواره نور دو به فضاست که انشالله تا دقایقی دیگر با عبور از آسمان ایران در مدار 500 کیلومتری از زمین قرار خواهد گرفت. سردار، این کار فضایی اگر 1 در 1000 ایراد داشته باشه کار ناموفق، یعنی فرقش با بقیه کارا اینه. ساعت 8:30 صبح، لحظه ای که قرار بود توانمندی نخبگان و دانشمندان هوافضای سپاه یک بار دیگه در آسمان نمایان بشه. شمارش معمول موتور مرحله 3 روشن شد. آقای سردار شیرازی، من پریروز که مشرف بودم معذر حضرت آقا، به عرضشون رسوندم که ما سه‌شنبه انشالله ماهواره نور دو رو به مدار خواهیم فرستاد. این توفیق رو به حضرت آقا تبریک بگیم. دادن ماهواره با موفقیت در مدار جزء شاخصها و معیارهای یک کشور پیشرفته است. ما محکوم هستیم باید به فضا برسیم و الحمدلله رسیدیم، راه هموار شده، حتما کارهای بزرگتر بدن. رحمان رحیم، بندم خدمت جنبالی و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در ابتدا این موفقیت بزرگ رو خدمت فرمانده معظم کل قوا و به محضر ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم. خداوند متعال به حکم آیه انتنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم، این افتخار و غرور آفرین رو که در بالاترین سطح علمی فناوری بود شامل حال ما کرد و این رو به مردم شریف ایران که شایسته بهترین ها هستن تبریک عرض میکنم. خب ماهواره نور دو اصولا در پرتابش در پاسخ به این سوال بود که آیا پرتاب ماهواره نور یک اتفاقی نبوده و آیا تکرار پذیر هست و آیا قابلیت اعتماد محصولات ما به حدی رسیده که این کارها رو انجام بدیم. خوشبختانه پاسخ همه این سوالات امروز مثبت بود و در 2 سال اخیر بهینه‌سازی هایی که روی موتورهای فضایی انجام شده بود، روی تجهیزات ماهواره انجام شده بود، امروز به منصه ظهور رسید. خب مأموریت ماهواره نور دو مثل ماهواره نور یک شناسایی و سنجشی هست. مدار این که میگید چند منظوره، همینه منظورش؟ بله، حالا مأموریت شناسایی سنجشی میتونه چند منظوره قطعا هست و میتونه هر استفاده‌ای داشته باشه در حوزه‌های کشوری، در حوزه‌های دفاعی میتونه استفاده بشه. خب مدار ماهواره جوری طراحی شده که از قطبین گذر نداره ولی بیشترین گذر رو از کشور خودمون و غرب آسیا داره. خب ماهواره در ارتفاع 500 کیلومتری دید بسیار وسیع داره و از هر جا که میگذره میتونه عوامل محیطی رو، پدیده ها رو شناسایی کنه که حالا میتونه کاربردهای مختلفی داشته باشه در حوزه در واقع بلایای طبیعی، میزان آب گرفتگی سیلاب ها، در حوزه سنجش محصولات زیر کشت کشاورزی و در حوزه دفاعی هم در حوزه در واقع شناسایی اهداف و هوشیاری ما میتونیم کمک کنیم.